شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در یک نشست اضطراری چگونگی حمله مرگبار شیمیایی در سوریه و عواقب آن از جمله گزارش‌های زد و نقیض درباره حمله به یک پایگاه نظامی سوریه را بررسی می‌کند. گفته می‌شود این حمله با تلفات نظامیان جمهوری اسلامی ایران نیز همراه بوده است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد پیشتر ضمن تشریح موضع آمریکا خواستار تشکیل این جلسه شده بود. گزارش فرهاد پولادی با جزئیات بیشتر. خانم هیلی در بیانیه در مورد ضرورت تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت نوشت آمریکا به همراه 8 کشور دیگر خواستار دسترسی فوری نیروهای امدادی و بیمارستانی به شهر دوما در سوریه هستند. خانم هیلی همچنین خواستار تشکیل یک گروه تحقیقاتی مستقل و بیطرف برای شناسایی و مسئول شناختن هر چه سریعتر عاملان حمله شده است که از آن به عنوان اقدامی وحشیانه یاد کرد. بریتانیا و فرانسه نیز که هر دو دارای کرسی دائم و حق وتو در شورای امنیت ملل متحد هستند خواستار تشکیل جلسه اضطراری شدند. دفتر بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد که وی در گفتگو با همتای فرانسوی خود نظیر آمریکا خواستار واکنشی است که همه گزینه‌ها از جمله مسئول شناختن عوامل این حمله است. مایا کاسیجانچیچ سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا میگوید اتحادیه دولت سوریه را در حمله شیمیایی در شهر دوما مسئول می‌داند. همان گونه که در بیانیه ما آمده است بر پایه تحقیقاتی که بر اساس گفتگو با شواهد مطلع داشتیم به این نتیجه رسیدیم که رژیم سوریه مسئول این حمله شیمیایی است. استفن سیورت سخنگوی دولت آلمان نیز در کنفرانس خبری امروز خود علاوه بر محکوم کردن حمله شیمیایی دولت بشار اسد را مسئول این حمله دانست. باید افرادی که مسئول این حمله شیمیایی هستند و غیر نظامیان را هدفگیری کردند شناسایی شوند. شواهد و قرائن نشان از استفاده رژیم اسد از سلاح شیمیایی دارد. روسیه که از متحدین دولت اسد است نیز خواستار تشکیل جلسه اضطراری شده است، اما خواسته خود را تحت عنوان تهدیدهای بین‌المللی علیه صلح و امنیت ارائه کرده و در این مورد وارد جزئیات نشده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت متهم کردن دولت سوریه بی‌پایه است. ارتش مستقر ما در جمهوری عربی سوریه بارها در مورد زمین‌سازی‌های تحریک کننده هشدار داده است. دولت سوریه نیز درباره متهم کردنش به استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه جمعیت غیر نظامی بارها به صورت جدی سخن گفته که این گونه اتهامات همگی تحریک کننده اوضاع است. احمد عزومجو مدیر کل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی با ابراز نگرانی عمیق در بیانیه که امروز منتشر کرد گفت کارشناسان این سازمان تحقیقات خود را درباره حمله شیمیایی در شهر دوما آغاز کردند. فرهاد پولادی، صدا آمریکا.